عصر دیروز جمعه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در شهر مقدس کربلا و تعدادی از استانهای عراق هفتمین روز شهادت امام حسین علیه السلام را گرامی داشتند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، خیلی عظیم مردم استان کربلا و تعدادی از استانهای عراق در مراسم عزاداری زنجیرزنی در جوار حرمهای مطهر امام حسین علیه السلام و برادر ارجمندشان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام شرکت کردند. شرکت کنندگان در دسته‌های عزاداری ضمن یادآوری این مصیبت خونین بر پایبندی خود به مبانی سرور و سالار شهیدان تأکید کردند. عتبه عباسیه از آمادگی کامل خود برای اجرای طرح سلامت در زیارت میلیونی اربعین خبر داد. دکتر عباس الموسوی، یکی از اعضای هیئت مدیره حرم مطهر عباسی، در دومین گرد همایی پزشکی حرم مطهر گفت باید برنامه‌های مناسبی برای بزرگترین تجمع انسانی در اربعین فراهم شود. به افزود در این گرد همایی تعدادی از علاقمندان در حوزه پزشکی از بین اعضای حرم مطهر و داوطلبان از داخل و خارج کشور گرد هم آمدند تا آمادگی کادر پزشکی، اورژانس و ملزومات پزشکی و دارویی که میتوان در زیارت اربعین در اختیار زائران قرار داد را مورد بررسی قرار دهند. شاین ذکر است معاونت پزشکی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام روز پنج شنبه دومین گرد همایی پزشکی را با هدف بررسی مقدمات زیارت اربعین برگزار کرد. لازم به ذکر است خدمت به زائرین امام حسین علیه السلام و برادرشان برای ما افتخار است شعار این گرد همایی بود. دبیرخانه حرم مطهر زید شهید در استان بابل در کشور عراق عملیات پوشش حرم مطهر را با سنگ مرمر آغاز کرده است. به گزارش دبیرخانه حرم مطهر که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده است، کادر فنی و مهندسی مراحل آوار برداری و برداشتن سنگ قدیم حرم مطهر زید رضوان الله تعالی علیه را آغاز کرده و آن را با سنگ مرمر پوشانیدند. دبیرخانه حرم مطهر به ویژه تاکید کرد حرم شاهد کارهای مستمر ساخت و ساز برای خدمت به زائران محترم و ارائه خدمات لازم به آنان است.